بیدارم زاغی جون، دارم صبونه رو آماده میکنم، برو بقیه رو صدا کن. آخه من از دست تو چی کار کنم؟ این چه جور بیدار کردنه؟ تو که بلد نیستی فرود بیای، بهتره رو زمین را بری. نه اصلا شاید بهتر باشه تو آب شنا کنی، حداقل اگه تو آب باشی شاید یکم سیاهیات تمیز شه. باز قرقر شروع شد، وای مگه حالا تموم میشه؟ نه خب باز شما دوتا از اول صبح افتادیم به جون هم، بس کنین دیگه، حالا که چیزی نشده. قرقر کارش ندارم، اون همش قر میزنه. من قر میزنم؟ نبودی ببینی چه وحشیانه منو بیدار کرد. بیایم صبونه، کلی کار داریم، دیرمون میشه بچه ها. خب امروز خیلی کار داریم، من از جان بابا خواستم امروز به جای من گاوا رو به چراگاه ببره. خوب گوش کنین، به کمک همتون احتیاج دارم، پس قهر و بد اخلاقی نداریم، گفته باشم ها؟ گفتم نداریم. امروز همه باید کمک کنیم تا یه بیگناه رو نجات بدیم، روتون حساب میکنم ها، زود باشیم. ابلهی گاری چی، مگر داری علوفه میبری که اینطور راه میروی؟ باید بدهم ببندنت به گاری تا بفهمی وقتی وزیر را میبری چطور راه بروی و چطور بایستی. قربان عشب یک چیزی رو دیده رم کرده با یک مشت حیف نان بی دست و پا و بی ارزه طرف هستیم. ببینید با چه کسانی داریم کار میکنیم. آهای شما دوتا حیف نان، بروید ببینید چه چیزی صد راه ما شده است. چاش مغربان چای جانور را چی پکش ده های چه شده ده؟ حرف بزن دیگر. قربان یه روباه مرده یا چکاک نه. خب معلوم است، بیندازش به کناری ابله. قربان من نه، پس امی من جابم. اوه هیا اوه
ها، شما حتی ارزه ندارید از پس یک روباه مرده و یک کلاغ فکستنی بر بیایید. قربان، به آنها کاری نداشته باشید، آنها بی تقصیرند. تو دیگر از کجا پیدایت شد که در کار ما دخالت میکنی؟ قربان، من و دوستانم کاری کردیم که شما مجبور به توقف شوید. که اینطور؟ پس همه چیز اینجا بچه بازی است. زود باشید دستگیرش کنید. قربان، من شنیده بودم وزیر انسانی عادل و دانا و مردم دوست است. اوه خب، البته درست شنیدی، این را همه میدانند، ولی هیچ ربطی به کاری که تو کردی ندارد. آخه جون انسان بیگناهی در خطره و از عدالت شما به دوره که اون بیگناه مجازات بشه. چه کسی و به چه جرمی؟ یکی از اهالی روستای ما به اون تهمت دزدی زدن. خب حتما دزدی کردید. دزدی؟ نه، من میتوانم ثابت کنم که دزد کس دیگریست و اون انسان بیگناهی. تو که یک دختر بچه ای؟ من بچه نیستم. اگر نتوانستی ثابت کنی، همه این دوستانت مال من میشوند. ظاهرا این جک و جانورها از کسانی که دور من را گرفتن بیشتر زبان حالیشان میشود. دوستان من دوستان منند، به درد شما نمیخورند که. ولی هرچی باشد، میخواستم بیازمایمت آخر این جانوران به چه درد من میخورند. البته فکر میکنم و بعدن به تو میگویم که اگر نتوانستی ثابت کنی چه چیزی انتظارت را خواهد کشید. برای چی ما رو آوردن اینجا؟ از کار زندگیمون موندیم، ما که کاری نکردیم، سرمون به گریبان خودمون بود. طوری رفتار میکنن انگار که دزد گرفته. هیچ کس نیست به ما بگه اینجا چه خبره. ساکت، درست باشی، حرف میزنن. آخر مگر میشود یک خروس صحبت کند؟ نمیدانم اگه این روش عملی است یا نه، اما امیدوارم که دزد اصلی پیدا شود. دختر جان، های چه خبرتان است؟ چرا قصر روی سرتان گذاشته اید؟ من گفتم شما را به اینجا بیاورند. خیلی سر و صدا کنید، عذر همه ایتان را میخواهم. به محبس بروید و آن پسری که دزد انبار بود را نیز بیاورید. اتحاد میشه گربا. خب هر چه خواستی مهیا شده است. حال مطمئنی که دزد اصلی پیدا می شود؟ بله قربان، شک نکنید. عجیب غریب، آخر چطور ممکن است یک خروس صحبت بکند؟ قربان به من اعتماد کنید، ضرر نخواهید کرد. خب گوش کن دختر جان، هیچ دلم نمیخواد کسی بوی ببرد که تو اینجایی. میفهمی که چه میگویم؟ هر چه لازم داشتی به خودم میگویی ولا غیر. خیالتان آسوده باشد، من فقط میخواهم بیگناهی نجات پیدا کند ولا غیر. فکر کنم شانست گفته پسر، انگاری دارن دنبال دزد اصلی میگردن. راست میگی؟ خوش خبر باشی. بس دیگه، چه زود پسر خاله میشه بادم. برو بلا، زود باش ببینم. او را نیز کنار بقیه ببرید. خوب گوش کنید، هر کدام از شما وارد زیر زمین می شوید و به پشت خروسی که آنجاست دست می کشید و بیرون می آیید. این خروس می تواند بگوید که دزد اصلی کیست. یک خروس؟ خروس که حرف نمی زند. قربان، دزد که قبلن شناسایی شده؟ حرف نباشد، هر کاری که گفتم انجام می دهید. اگر دزد نیستید ترسی هم نباید داشته باشید. اکنون من می روم، هر وقت دزد اصلی پیدا شد من می آیم. دزد بدبخت. خوب است، همه چیز تا الان همانطور که باید پیش رفته است. آهای دختر کجایی؟ من دختر هستم ولی اسمم رعناست. بله، مگر خودتو نگفتی کسی از حضور من با خبر نشود؟ فکر میکردم که بی اجازه رفته ای. از قرار به زودی دزد واقعی را خواهیم گرفت. راستی میخواستم بدانم این خروس قابلیت های دیگری هم دارند. برون! ای واج، برون! برو قایم شو، برو بیا داخل.
نه قربان، هیچ کدام از آنها دزد نبودن، از خروس هیچ صدایی در نیامد. چطور ممکن است؟ تو برو، من خودم می آیم و رسیدگی می کنم. بر تخمت و دیدگانم. مرا به سخره می گیری؟ فکر می کردم که کاسه زیر نیم کاست باشد. کاری می کنم که امروز را هیچ وقت فراموش نکنی. قربان، یعنی شما واقعا فکر می کردید خروس حرف می زند؟ این ترفندی بود که می خواستیم ذهن همه منحرف شود و از اصل ماجرا با خبر نشود. یعنی چه؟ چرا بازی در می آوری بچه؟ اصل ماجرا دیگر چیست؟ آرامش خود را حفظ کنید قربان. اصل ماجرا این است که این خروس یک خروس عادی است. فقط این که شما... فقط این که من نباید به حرف یک دختر بچه گوش می دادم. نگهبان! نگهبان! آمدم! کدام امرهی گفت تو وارد اتاق شوی؟ خودتا مرا صدا کردید. حالا برو بیرون، برو بیرون، بعدن خودم خدمتت میرسم. تا ای تایسته ما عجب که اینطور، تو حتی ما رو هم فریب دادی. خفیست، همه به خط، همه دست هایتان را بگیرید جلو. تو نه. تو برای چی به خروس دست نزدی؟ دست زدم؟ کی گفته من دست نزدم؟ میدانی چه کسی گفته است؟ دست های خودت، بیاور جلو، دست ها را ببینم. ما دادیم بدن خروس را چرب کنند و می دانستیم که دزد اصلی از ترس به حرف آمدن خروس به آن دست نمی زند. و حالا دست همه چرب است به جز دست تو. ای دزد نابکار بدبخت، از انبار قصر دزدی می کنی؟ قربان، من خر شدم، منو ببخشید، نمیخواستم دزدی کنم. خرم تو؟ خر نشدی، ما را خر فرض کردی. و نمیدانستی که وزیر با درایت تر از آن است که بخواهد گول مظلوم نمایی های تو را بخورد. چه خبر است وزیر؟ معرکه رو انداختی؟ خیر قربان، من مشغول ادب کردن این دزد نابکار بودم. پنهانی داشتم میدیدم. من به داشتن چنین وزیر باهوش و بادرایتی بر خود میبالم. با چه روش زیرکانه ای دست دزد را رو کردی؟ آفرین، مرحبا. شرمنده میفرمایید قربان، جان نثار همیشه در خدمت گذاری حاضر است. قربان اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. این ملعون را به محبس بیاندازید. تو هم پسر جان آزادی، ما از اولش میدانستیم که تو بیگناهی. خواستیم دست دزد اصلی رو شوند. همه شما هم بروید سر کارتان. بله. موضوع با درایت ما ختم به خیر شد. دختر کجایی؟ رانیام؟ رانیام؟ رانا نگهبان؟ ها نه، در خدمت گذارایم. این دختره کجا رفت؟ رفت تای قربان. آخر چرا گذاشتی برود؟ خیلی خوب، خیلی زود میروی و او را با درشکه ای کالسکه ای چیزی میرسانی به محل زندگیش. میخواهم آنجا را یاد بگیرم، جهت نوکری خوب است. چایش من جانساریم. یا صف کن ببینم. بیا جلو. خوب گوشهایت را باز کن، اگر بفهمم کسی از آمدن این دختر به اینجا بویی برده، بلایی به سرت می آورم. یعنی بلایی به سرت می آورم که حد و حساب نداشته باشد. شیر فهم شد؟ بله قربان، نمتوجهم. حالا زود بجام که گمش نکنی و الا سیبیل هایت را دانه دانه می کنم. چشمه. وزیر با درایت تر از این هم می شود.